سلام سلام، من خدا هستم. آره، خدا. امروز میخوام بهتون هشدار بدم که آگاه باشید که دین چه بلایی بر سر انسان میاره. دین عقل انسان رو هدف قرار میده، عقل رو زایل میکنه، عقل رو از بین میبره، قدرت تفکر رو از انسان میگیره و جان و مال و هستی انسان رو در اختیار یک عده سودجو قرار میده. انسانی که مغزش تعطیل شد، تمام هم و غمش ناخودآگاه این میشه که چطور به اون سودجویان منفعت برسونه، بدون اینکه خودش متوجه باشه در چه موقعیتی قرار گرفته. سودجوها کیا هستند؟ همون کسانی که قدرت دین رو در دست دارن، اونهایی که تعیین میکنند که خدا چی دوست داره، اونهایی که خواهند گفت خدا چه انتظاری از بندگانش داره. اونها بسیار خطرناک هستند، چون بر جان و مال و هستی مردمی مسلط شدند. بگذارید داستانی برایتون تعریف کنم، یک داستان واقعی. بیش از 100 سال پیش، نیکولای دوم تزار روس و همسرش ملکه تزار بر سرزمین پهناور روسیه حکومت می کردند. اونها دیندار بودند. زمانی که فرزندشون در بستر بیماری افتاد، تصمیم گرفتند کشیش مقدسی رو بیارن تا برای بهبودی فرزندشون دعا کنه. اونها چه کسی رو به دربار آوردند؟ گریگوری راسپوتین، کشیش فقیر دور گرد دائم الخمری که ادعا کرده بود مریم مقدس او رو لمس کرده. کسی ندیده بود که حضرت مریم او رو لمس کرده باشه، فقط خودش چنین ادعایی کرده بود و البته مردم هم باور کرده بودند و او رو مقدس می دونستن. به این ترتیب راسپوتین به دربار تزار روس راه پیدا کرد تا برای فرزند تزار دعا کنه. مثل انگلی که به مغز یک انسان راه پیدا کرده باشه، او به حکومت روسیه راه پیدا کرد. فرزند بهبود یافت و ایمان تزار و همسرش به راسپوتین قوی تر شد. اونها باور کردند که از سوی خداوند به راسپوتین الهام میشه. به زودی راسپوتین تصمیم گیرنده تمام ارکان حکومتی تزار شد. چطوری؟ مثلا می گفت خواب دیدم یک سبدی کنار جاده بوده. خب تزار از خود راسپوتین می پرسید تعبیر این خواب چیه؟ و راسپوتین جواب می داد که یعنی تو باید به مجلس بری و اعلام کنی که چون این تصمیمی گرفته ای، و تزار هم مو به مو انجام می داد. چرا؟ چون باور داشت که خدا بهتر از انسان می دونه. وقتی خدا از طریق راسپوتین کاری رو از او خواسته، دیگه جای فکر کردن نیست. مسلم خدا بهتر میدونه و باید دستور خدا رو دقیقا اجرا کرد. در اون دوران روسیه وارد جنگ شده بود. تصمیم گیرنده ی عملیات جنگ چه کسی بود؟ راسپوتین. او تصمیم می گرفت که سربازان از غرب به جنوب برن و چه زمانی دست به حمله بزنند، درست مثل انگلی که در تمام مغز گسترش پیدا کرده باشه و کنترل مغز رو به دست گرفته باشه. راسپوتین تمام کنترل مملکت رو به دست گرفته بود. نتیجه چی بود؟ شکست پیاپی در جنگ، کشته های فراوان، فقر و بدبختی برای مردم روسیه. اما هیچ کدام از این شکست ها ذره ای تزار رو به این فکر با نداشت که راسپوتین رو از دربار بیرون کنه و خودش عاقلانه تصمیم بگیره. نه، این اعتقاد که خدا بهتر از انسان میدونه باعث شده بود که تصور کنه شاید خدا چنین خواسته و صلاحی در این خواست خدا بوده. سرانجام مردم روسیه که از فقر و بدبختی به تنگ آمده بودند، بر علیه تزار شورش کردند و انقلاب کبیر روسیه برای همیشه به حکومت تزار پایان داد.
فکر نکنید که این فقط داستان ملتی در 100 سال پیش بوده. نه، همین الان هم میتونید عین همین داستان رو در اطراف خودتون ببینید. هر جا که دین بر انسان نفوذ کنه، عقل انسان رو از او میگیره، انسانیت انسان رو از او میگیره. دیگه انسان نمیپرسه که چرا باید چنین کاری کنم، فقط اطاعت میکنه، حتی اگه اون عمل رفتاری غیر انسانی باشه، چون مغز او آلوده به دین شده و دیگه فکر نمیکنه. فقط میدونه که باید دستور خدا رو اجرا کنه و دینداران با تمام وجود خودشون در پی انجام خواست خدا هستند بدون فکر کردن.